عرض سلام خدمت محصلین عزیز. در این ویدیو باید ما درس های ویدیو قبلی خود که در رابطه به پراکندگی یا انحراف است، ما باز هم روی انحراف وسطی نظر به جدول یا توزیع فرکانسی به شکل جدول کار میکنیم. امروز روش توضیحات ارائه خواهد کردیم که چگونه میتونیم اگر اطلاعات ما به شکل جداول یا طبقات باشه، ما انحراف وسطی از اونا رو چه قسم میتونیم که دریافت کنیم. به خاطر پیدا کردن انحراف وسطی به شکل جدول، ما فرمول داریم که انحراف وسطی مساوی میشه به مجموعه فرکانسی ضرب در قیمت مطلقه xi منفی x اوسط بر مجموعه فرکانسی است، یا اما n که ما شما داریم. به اساس این فرمول، بر طبق این فرمول ما میتونیم که انحراف وسطی را نظر به جدول دریافت کنیم. پس اینکه چگونه میتونیم انحراف وسطی را نظر به جدول دریافت کنیم، یک مثال اینجا برای شما در نظر گرفتیم. اطلاعات طبقه بندی شده است. در این قسمت ما ذکر نکردیم که یه اعداد یا ارقام نماینگر چی است. شما به هر شکلی که اگر شما در رابطه با وزن یک نوع محصول اقتصادی در نظر میگیرین، در رابطه با مدت زمان نظر به کار در نظر میگیرین، درآمد در نظر میگیرین، چه در نظر میگیرین فرق نمیکنه. ما اینجا صرف طریقه دریافت انحراف وسطی را در جدول به شما کار میکنیم. کلاس ها یا طبقاتی که به ما داده شده به این شکل، از 20 الا 40، 40 تا 60، 60 80، 80 خب الا 100، 100 تا 120، از 120 الا 140. یک کلاس هایی است که با ما داده شده. با این قسمت شما دیگه در ویدیوهای قبلی آشنایی داریم که ما اطلاعات جمع آوری کردیم، اومدیم طبقه بندی ساختیم. صرف در 7 طبقه، در 6 طبقه ما تونستیم که اطلاعات خود ترتیب کنیم یا مرتب بسازیم. زمانی که اطلاعات ما مرتب شد، بعد از این موضوع بعدی که بود فرکانسی بود. فرکانسی اطلاعات ما به این شکل است که 2 3 5 طبقه اول 2 3 5 ده 4 و 1. این فرکانسی هر یک از طبقات ماست. مجموعی از یا که n میشه یا مجموعی فرکانسی میشه مساوی از به 4 1 5 5 10 15 20 25 مساوی به 25 تعداد مشاهده. پس حالا ما میخواییم که انحراف نظر به اوسط دریافت کنیم. به خاطر پیدا کردن انحراف نظر به اوسط ما چی نیاز داریم؟ اولین چیزی که نیاز است xi یا اوسط طبقه است که پیدا کنیم. بعد خود اوسط است که ما دریافت کنیم و در نهایتش باید به اساس از این دو ما میتونیم که انحراف وسطی را دریافت کنیم. ما اوسط طبقه را داشتیم که اوسط طبقه مساوی میشد به سرحد پایانی طبقه جمع سرحد بالای طبقه تقسیم بر 2. 20 جمع 40 60، 60 تقسیم 2 30، 40 جمع 60 100، 100 تقسیم 2 50، به این شکل 70. خب 70 90 110 و 130 اگر اشتباه نکرده باشیم، به این شکل اوسط طبقات دریافت میشه. بر هر یک از این سرحد پایین و بالا رو جمع میکنیم تقسیم بر 2 اوسط طبقه دریافت میشه. به خاطر که اوسط طبقه دریافت شد، حالا ما اوسط خود اطلاعات را باید پیدا کنیم. پس در شکل جدول ما داشتیم، زمانی که اوسط اطلاعات را پیدا می کردیم، فرکانسی هر یک از طبقات ضرب در اوسط هر یک از طبقات می کردیم. فرکانسی هر یک از طبقه ضرب در اوسط هر یک از طبقه. درس‌های گذشته ما دریافت اوسط به طریقه جدول است. پس در اینجا ما 2 را ضرب 30 می کنیم، میشه 60. fi ضرب xi، فرکانسی ما fi است. 3 ضرب 50 110
50. 5 ضرب 70 535 350. 10 ضرب 9 90 900. 4 ضرب 110 440. بالاخره 1 ضرب 130 130. ما fi ضرب xi ساختیم. زمانی که fi ضرب در xi شد، این می ستون fi ضرب xi باید از اول تا آخر ما جمع کنیم. وقتی جمع کنیم میره میشه 2030. 2030. پس اوسط وقتی شما دریافت میکردین در درس های گذشته به این شکل ما داشتیم که مجموعه fi ضرب در xi میشد تقسیم بر n. طبق از این فرمول ما میتونستیم اوسط دریافت کنیم. پس نوشته میتونیم که مجموعه fi ضرب xi میشه 2030 تقسیم بر 25 که تعداد مشاهدات ماست، مساوی از با این را که ما تقسیم کنیم مساوی میشد با این دیگه قسمت ما تقسیم کردیم 2030 تقسیم بر 25 مساوی میشه با 81. پس اوسط از اطلاعات ما مساوی با 81 شد. وقتی مساوی با 81 اوسط شما پیدا کردیم، میاین دیگه x i هم دریافت کردیم و اوسط هم پیدا کردیم، این اوسط هم پیدا کردیم. حالا ما چی کار میکنیم؟ میایم انحراف پیدا میکنیم. تا این قسمت درسای گذشته ما بود که انحراف وسطی بود، ما کار کرده بودیم به سه طریق. حالا میخوایم انحراف وسطی رو پیدا کنیم. در انحراف وسطی ما x i منفی x اوسط میسازیم، البته قیمت مطلقش به شکل xi منفی x اوسط قیمت مطلقه، یعنی از هر یک xi خود اوسط کم میکنیم قیمت مطلقش میگیریم. سی از سی وقتی ما این دیگه قسمت اگر نوشته کنیم باز پس پاک میکنیم، سی منفی 81 یک تایش نمونه کار میکنیم مساوی میشه با منفی 51. این منفی 51 قیمت مطلقش اگر در نظر بگیریم میشه 51. پس این نوشته میتونیم که 51. بعد از اکس های دومی که ما 50 داریم 81 کم میکنیم، از 50 که 81 کم کنیم میشه منفی 31. منفی 31 قیمت مطلقش شما در نظر بگیرین میشه 31. بعد 70 منفی 81 میشه منفی 11. منفی 11 قیمت مطلقش 11. 90 منفی 81 میشه 9 قیمت مطلقه 9 خود 9. از 110 شما 81 کم کنین میشه 29. و از 130 زمانی که 81 کم میکنیم میشه 49. 49. پس در اینجا ما xi منفی x اوسط یعنی تفاوت اوسط نظر به اوسط هر یک از طبقات سنجش کردیم. زمانی که ستون دریافت شد، در اینجا باز هم در فرمول به ما گفته شده که فرکانسی هر یک از طبقات از ضرب در می بسازین، ضرب در تفاوت اوسط طبقه با اوسط مجموعی. پس فرکانسی طبقه اول، خب اینجا اول نوشته می کنیم که fi ضرب در تفاوت اوسط نظر به اوسط طبقه. fi طبقه اول ما از 2 ضرب در 51 وقتی شوه میشه 102. 102. بعد باز خب فرکانسی باز هم از طبقه دوم هست، 3. 3 ضرب در 31 مساوی میشه به 3 1 3 3 3 9 93. بعدش 5 فرکانسی طبقه 3 است، این تفاوت اوسط طبقه نظر به اوسط مجموعی 11 است. 5 ما ضرب 11 وقتی بسازیم میشه 55. 55. 10 ضرب 9 90. 4 ضرب در 29. 4 ضرب در 29 مساوی میشه به 116. 116. بعد از 1 ضرب در 49 مساوی است به 49. خب وقتی ای ستون fi ضرب در
تفاوت اوسط طبقه با اوسط مجموعی پیدا شد. در این فرمول یک چیز دیگه هم گفته شده، یک قسمت ذکر شده که ایره باید شما مجموع بسازین، یعنی سگما یاس همیشه مجموع بکنین ایره، یعنی قسمت از سر تا آخر مجموع بسازین. پس این ستون باید از اول تا آخر ما جمع کردیم، از 102 تا 49 وقتی ما ایره جمع میسازیم میشد 505. 505 آله مطابق به فرمول ما قیمت گذاری میکنیم. از این نوشته میکنیم که اوسط حسابی، که اوسط حسابی را به این شکل باز ما انحرافش نمایش میدیم که انحراف وسطی نظر به اوسط مساوی است با. به جای این قسمتی که در صورت فرمول داریم ما میتونیم نوشته کنیم 505 بر در مخرج داریم مجموعه اف آی، مجموعه اف آی این ستون فرکانسی مساوی به 25. یه وقتی ما تقسیم کنیم مساوی است به 20. پس انحراف وسطی نظر به جدول مساوی به 20 شد. این اگر تفسیر کنیم میگم که به طور متوسط اعداد ما نظر به اوسط به اندازه 20 کوچکتر و یا هم بزرگتر است. اگر بسیار خلاص یک جمع بندی کنیم درس خدا، گفتم میتونیم که اگر اطلاعات به صورت طبقات داده شد، فرکانسیش هم مشخص شد به ما، اولین کاری که ما انجام میتیم مطابق ویدیوهای قبلی درسهای گذشته ما اوسط طبقه را پیدا میکنیم، اوسط طبقات خدا به این شکل دریافت میکنیم. زمانی که اوسط طبقه را ما دریافت کردیم بعد میاییم اوسط خود جدول خود از اطلاعات دریافت میکنیم. اوسط مطابق به این فرمول دریافت میشد که مجموعه اف آی ضرب اکس آی، اف آی ضرب اکس آی فرکانسی را ضرب اکس آی میسازیم از هر طبقه را، دوباره پس این را مجموع میسازیم هر چنده که شد، به جای قسمت فرمول وضع میکنیم در مخرجم ان از 25 ایر تقسیم کنین 81، اوسط اطلاعاتتان 81 میشه که درس های روزهای قبلی ما شما در ویدیو قبل. صرف از این قسمت درس دید ما آغاز شده که در اینجا ما میخواییم از بخاطر پراگندگی یا انحراف وسطی این قسمت ستون ما دریافت کنیم که تفاوت اوسط نظر به اوسط عمومی نظر به اوسط طبقه، البته قیمت مطلقش ما از هر یکی از این اوسط های خود اوسط عمومی رو کم میکنیم قیمت مطلقش رو میگیریم. 30 منفی 81 قیمت مطلقش، 50 منفی 81 به می شکل 90 منفی 81، 130 منفی 81 قیمت مطلقش در اینجا نوشته میکنیم. بعد نظر به فرمول فرکانسی را ضرب داریم میسازیم، هر یک از فرکانسی طبقات ضرب در تفاوت اوسط نظر به اوسط طبقه نظر به اوسط عمومی هر یک از طبقه، فرکانسی هر یک از طبقه ضرب از اینا مساوی به یک چیز میشه. اینا را دوباره ما مجموعه میسازیم میشه 505. 505 ما تقسیم بر تعداد مشاهدات که 25 است میکنیم میشه 20. پس گفتم میتونیم که انحراف وسطی در جدول ما مساوی به 20 است، یعنی به این معنا است که هر یک از اطلاعات ما نظر به اوسط به اندازه 20 کوچکتر و یا بزرگتر از یک دیگر هستند. درس ما در قسمت اوسط حسابی در همین قسمت انحراف وسطی نظر به جدول پایان میافه. روز بعدی انشاءالله ما انحراف نظر به مود کار خاطر دیم به شما. فعلا وقت شما خوش. الله حافظ و نگهدارتان.